من میخوام از تمام این آدمای متخصصی که خردگیری میکنه بگن نمیکنه، یا نمیکنن تو این جریان افراد بسر کنه، بگم خب به هر حال سالهای سالم تو نفت من کار کردم، یا بگم که خب نگاه بکنید و تحول اجتماعی کار کردم ها، که چگونه به اصطلاح از سرمایه‌داری از سیستم های قدیم سرمایه تحول اجتماعی باید ایجاد بشه. این سال حساب کن نگاه بکنیم میبینیم که خب شما چه میکردید. البته ما در کانکریت میتونیم نگاه بکنیم که در روز فلان روز فلان فلان کس رو مدام فلان گروه رو میگفتید که بیان تو خیابون، یا این کار رو مثلا ممکن بود بکردید که اگر بود که مردم در صحنه حاضر باشن و غیره و غیره. این کارا رو میتونیم بگیم که میکردیم بعد از اصلاح عمل هست ما میتونیم حرف بزنیم. ولی آیا به طور کلی در مجموعه این حرکات که انجام شد شکی دارید که کار درستی بوده؟ اصطلاح ملی کردن نه؟ ما هیچ شکی داریم اصلا به طور کلی این گونه بوده است؟ شکی نمیتونید داشته باشید. کلیدی بوده است. دقیقاً. به مسئله کل جامعه، کل جامعه از نظر کلی فقط نه در ایران، در منطقه، در مجموعه جهان. جهان. خیلی مهم هست که ایران رو نگیریم. ها بعضی صحبت میکنن که خب افتاد اینجوری کرد دیگه، حالا ولی کوستان نمیشونه نه فلانه. بس کردم سالها در همین رادیو. بله بله. نکته اضافه میکنم فقط که اینجا مگر کودتای دیگه انجام نشد؟ مگر کودتای گواتمالای سال بعد علیه آربنز، یکوب آربنز که آدم خوبی بود، یه آدم حسابی بود، شباهت بود، این آدم مگر انجام نشد در مقابل اون؟ مثلا نفت نبود، مسئله موز بود اصطلاح. بله نیوجاتون. آره مسئله لومونبا رو در نظر بگیرید. تبک لومونبا اون طرز فجیعی کشتن و سوزوندن و چگونه کشتن بیشرمانه، که البته بیرون اومده که این اصطلاح اون عوامل افرادی که بودن حتی ناراحت هم که چه کردن مادن گفتن یه جور دیگه پاره کردن راحت متاسفم. در حال بیرونی که هم چی کار کردید، یا فرض کنید این اندونزی رو نگاه بکنید شما. بله. به چه بدبختی کشیدید تو کار نفتن و چندین میلیون نفر رو بکشید، ها کشته شدن در زمان سکوت. خب این وضعیت شما نگاه بکنید، اینا هم اونا اشتباه نکردن؟ لیدرها چشماشون بسته بودن؟ ها این خود گندبینی نیست که ما بشیم توی اتاق در بسته بعد بگیم نه اشتباه کرده بود، که اگه اونجوری بود ما می‌زدیم خود اشتباه. بحثا نیست که آقایان یه خود بزرگ شید، یه خود رشد پیدا کنید، نگاه به دنیا بکنید. دقیقاً. تنگ هست دنیا، ایران جدا نیست از منطقه، منطقه هم از جهان جدا نبوده است. اگر در مقابل هم نگاه بکنید اون وقت هست که از نظر روش شناختی، اگر مارکسیست هستید، اگر مارکسیست هستید میرید به عینیت نگاه میکنید، یعنی عینیت جهان را عملا نگاه میکنید. هیچ عاملی ذهنی آنچنان نمیتوانسته میتوانسته تغییرش بده، ولی آنچنان نمیتوانسته تغییر بده که میخواسته است. صحبت مارکس هست که صحبت میکنه که مردمان جهان تاریخ خود را خود تعیین میکنند، اما آنطور تعیین نمیکنند که میخواهند، مطابق میلشون هست. یک همچین جا بینایی متاسفانه یک موضوع خیلی مهم اینه که بسیاری توی فضای کوچک، فضای حد اقلی، فضای جیبی بدبستانی به این مسئله ملی شدن نفت نگاه میکنن، عظمت و بعد وسیعش رو نمیبینن که کل این بحث سر استقلال ایستادن در مقابل همه غارتگران جهانیه، و بعد این سربلندی یه ملت، ایستادن یه ملت رو پای خودشه، از اون احوال تو سریخوری و ضعف بیاد بیرون. این ابعاد رو اومدن تبدیلش کردن، مجموعهش رو به یه دو سه تا چیز کوچولو که 50-50 یا مثلا دهشی بالاتر دهشی پایینتر، این اصلا عظمت کار رو نگاه نمی کنن. فقط یه گوشه کار رو، یه گوشه کوچک اون کار رو که میتونه تازه خیلی بزرگتر از اون دیدیم نتایجی داشون رو نگاه می کنن. بسیار همینطور هست که میفرمایید. اجازه بدید راجع به این 50-50 هم من یه مقدار صحبت کنم. لطف بفرمایید. اشاره میکنم. البته این مطلب اصلی رو میذاریم برای سالگشت 28 مرداد. بله 60مین سال کودتای ننگین. بله. دیگه دو ماه آینده. بله. بحث کلی که فرمودید این است به نظر من که
فقط مثال میزنم. صحبت از این است که این راستگرایان به اصطلاح شاه اللهی که بهشون گفته میشین، کلمه رو که کار میبرم چون میدونم همه باش آشنا هستن میگن، وگرنه خدمتتون که هستن سلطنت طلبان به طور کلی اساسا اونایی که قبا سوختگان راست اساسا تعدادشون هم کم نیست در خارج کشور مشخصا و البته در داخل هم الان مینیم چیز میفرستن و مینویسن اسم نمیبرن. خصوصتون که از اون چیز همسنگ من نیستن که این بحثار بخواه با این شخص خدمتون که عرض بشه چه میکنن؟ صحبت از این است که مصدق گفته بود ها بس میگین بعضیش که مثلا آروم دارن صحبت میکنن که بعدا به قول مرو دستشون عقب ببرن چک مفتن بزنن از این صحبت ها. خب اینا خیلی چیزای قدیمیه دیگه، تریکای به اصطلاح ارزان قیمت. چیکار میکنن؟ میگن که مصدق گفته نه آبم از آب تمون خون نمیخوره و هیچ جایی نمیشه. ممکنه در یک لحظه به اصطلاح فردی که در حال به اصطلاح فرایند تغییر هست بیاد بگه که مردم بگه دل تو دل مردم بذاره بخوا بگه آب هم از آب تکون نمیده. خب بیاد بگه فردی که کار به این شگرفی داره میکنه خب آب از آب تکون میکنه، این هم میدونیم که هرکه بس دوشت فرق سیاست گذاری و حرکت و مثلا یه نقط خاص رو با یک روند استراتژیک آینده آدم باید تشخیص بده. اینا قاطی با هم میکنن و بعد میگن که دیدید بعد ایران اینجوری شد، ایران مجبور شد که نمیدونم کاری کردن انگلیس ها که نذارن پول بیاد این مملکت، نمیدونم بتونه قرارداد با اون وسترا ایندیپندنت اویل کمپانیز ها، کمپانی هایی که جزء کارتل اینترنشنال پتروئم کارتل که AIOC همین شرکت ایران انگلیس جزش بود نبوده اند و غیره و غیره. دولت آمریکا و فلان این حرفا ها، اونا که البته چپ نیستن صحبت نمیکنن که آمریکا خب یک عامل بالا رونده در بعد از جنگ جهانی دوم بود و غیره و غیره این کارا انجام داد به خاطر نفت هم بود و غیره و غیره. این صحبت نمی بسشون این است که خب آروم میموندی 50-50 میگرفتی مثلا میگرفتی، این 50-50 هم الان دیگه مود شده. بله من خیلی شما وارد هستید میدونید که من چه کردم از سالهایی چه وضعیتی شده. بله داریم. من خیلی دنبال این مطلب 50-50 بودم. کتاب جدیدم در آمده، همین کتاب جدیدی که به اصطلاح The Prelude to the Foundation of Political Economy Oil War and Global Policy، پیش درآمدی یا پیش گفتاری در برشالوده اقتصاد سیاسی نفت جنگ و جامعه جهانی از پالگریف مکمیلن، یکی از کمپانی هایی که در تمام دنیا هست و میشه ارده داد. اساسا کتاب تازه تر بود. بله در سایت ما هم هست، در روی سایت هم هست، کسانی هم که بخوان اطلاعات بیشتری بگیرن میتونن اونجا بهش مراجعه کنن و سفارششون هم بدن. خواهش میکنم، خیلی ممنون. در این کتاب به طور کلی اشاره بسیار چندین بار و با داکیومنتیشن و اساسا با تدقیق من راجع به همین 50-50 صحبت. بذارید برگردم به این صحبت این دوست گرامی همکار عزیزم آقای آبراهامیان تا همین کتاب دکو همین که تازه در اومده و خب ایشون سعی کرده هر چرا که میداند روی دایره بریزد در بعضی جا بسیار عالی و در مورد 50-50 هم ایشون نگاه کرد. بله در یک جا صحبت از این است که ایشون به استرا مدارک انگلیس بیشتر و بعد مدارک کمپانی خود همین ایران انگلیس که بعدن DP میشه بریتیش پترولیوم که الان یک مقداری نه تمام و یک مقداری از اصطلاح این اسناد خود رو اسناد قدیمی خود رو ترخیص کرده و به دانشگاه وارویک انگلستان داده رفتن و کار خوبی هم هست که ایشون کردن. عملا من آقای بنبرگ که یک فردی بود در اوائل سالهای 1990 گویا با شرکت BP بریتیش پترولیوم باش تماس میگیره، چون هم از این آدمای دست پروپاگاندیست بوده که تاریخ بنویسه، کتابی هم در اومد، کتابم در کمبریج یونیورسیتی پرس در اومد. البته کمبریج یونیورسیتی پرس یک پرس بسیار خوبی است و پابلیشر بسیار عالی هست، حرف توش نیست، ولی آکسفورد هم همینطور، ولی اساساً اینها طبق قوانین و تفکرات قدیمی
بس و کلونیالیستی خودشون گاهی‌گاه کتاب می‌پوشن. و البته این نیست که مثلا پال گریو یا مکمیلن هم که من باش پابلش کردم نمی‌کنن این کارا. عرض می‌کنم کتابی که به اصطلاح شاه بنوانم شاه اندوستی که می‌دونید در هوور هست نوشته، این رو هم که خیلی هم قشور هست، اون رو هم به نظر من کتاب فروشی است در حقیقت، پولی دادن و چاپ شده. بله. اون کتاب بمبرگ از این چیزاش که پولی گرفته و خودش نوشته سر هم کرده، این از که به طور کلی بیشتر پروپاگاندا بهش نگاه میکنه. و آقای مصطفی علم یادشون بخیر و که در انگلستان زندگی میکردن زمان، کتابی نوشتند به نام نفت و مسئله مصدق. من رفرنس تا همین کتابی جدیدم هم دادم و من ریویو کردم اون کتاب رو زمان در سالهای اوائل 90 بود. ما با یکی از دوستان صحبت کردیم، یک برنامه بود ایرانیان استادیز اونجا در هاروارد و اونجا بندم اونجا بودم، گفتیم که چگونه است، بعد اون مشورت کردن که چگونه ایشون دعوت کنیم، گفتیم بسیار عالی هست. چون اومد و با به حال صحبت کردن و وقتی که ایشون سر شام در فکولتی کلاب هاروارد با من کردن با دوست دیگر این بود که اساسا این بمبرگ آدمیست که بلو کرده چیزا رو به هم ریخته و خب کتابی که ایشون نوشته بودن خلاف این مسائل به اصطلاح عنوان میکرد و غیره. خلاصه این وضعیت بامبرگ که این رفرنسی هم داره آقای ابراهامی هم بهشان میبینیم که به این گونه هست. بله. وقتی اسناد رو حتی کمپانی یا اسناد دولتی نوشته میشود، این اسناد رو باید با چارچوب کلی بشه. دقیقاً. یک سندی که میاد بیرون، این سند هزار جور نوشته، این سند مشخصا موقعی که اون موقع می نوشتنش یه نگاه کردن به این مسئله و این کارهای دیپلماتیک این گونه هست. اونایی که تو کار دیپلماتیک کار کردن می دون مطمئنا، من احتیاج نیست بگم مسئله رو که توی می نویسی گیر نیفتی. بله دقیقاً. تا اونجایی که میتونی حتی گیر میافتن. بله. چیزای دیگه بیرون میاد، دم و خلوص میاد بیرون دیگه، قصلا حضرت عباس بستگی داره کی بهش برخورد میکنه. داره. این است که همه جور میریست به اون فرمی جریان 50-50 که توی استعای مصطفی علم هم نوشته، به درستی نوشته شده، رفرانسی هست به مگی، جورج مگی معروف که معاون وزارت امور خارجه آمریکا در اون زمان. مگی خودش اویلمنه، یک مرد نفتی. بله. ولی مرد نفتی است که یه مقداری وسط تجربه جهانی داره. یه مقداری آدم جمع جوری هست به قول خودمون. میفهمه که زیادم ضربه نباید زد چون آینده. یعنی استراتژیک فکر. بله. این خیلی مهم. حدود ترس کنم به این رفرنس. حالا قبل از که من به این رفرنس مشخصی رو که تا همین کتاب خودم هم من به اصطلاح پاراگراف رو فرموله کردم در میخونم براتون، ولی قبل از اونش من در رابطه با دوست گرامیم همکار عزیز ابراهامیان صحبت کردم در این کتاب که ایشون رفرنس های زیادی داره به اصطلاح مسئله ترخیص شده دولت انگلیس در این مورد. بله. صحبت میکنه که 50-50 رو مشکل بوده بدن، نمیدادن، نمیدم این اینجوری میشده، همه اینا رو صحبت میکنه خیلی جان. بعد را میره به مطلبی که نکاتی یا چیزایی هست تو همون داکیومنت ها که بله به 50-50 بدین. یه جایی گفته میشه که گویا یه بحثی بوده که تلگرافی فرستاده بودن از بین این عناصر انگلیسی در ایران و به اصطلاح لندن عنوان شده بوده که خب بدید و خب اینم زیاد مهم نیست. اینا هم میاد و وقتی خواننده این رو میخونه، یه خواننده، حالا فرض کنید یه خواننده نباشه که تمام به این داکیومنت ها با این اسناد آشنایی داشته باشه، با این جریانات کار کرده باشه، ها در یک پابلیشری هم بیرون اومده که برای عموم هست، این شما بخونید اون کتاب رو، قیمتش هم خیلی کم هست که هم عموم بخرن دیگه، سابسیدی شده به اصطلاح، سابسید داره این به اصطلاح پابلیشرش، این حرفا که همه بخونن. خب وقتی شما اینگونه می نویسی
on the one hand به قول آمریکایی on the one hand and on the other hand می نویسی از یک طرف و از طرف دیگر و هیچ نتیجه آنچنان نمی شود مسئله 50-50 لوس می شود چه بوده مسئله 50-50 رو عرض کنم با علم یادش بخیر دقیق اون رو آورده و من هم در حقیقت موافق هستم باش و نگاه بذارید انگلیسی شو من بخونم به وقت نگاه بکنید صفحه 105 کتاب من هست کتاب جدید من هستم کتاب جدید من این حالا قبل از که این عرض بکنم یادمون به این مطلب باشه که بعد تو همین کتاب هم من بحث یعنی رفتم دنبال این مطلب رفتم کلید او رو این مطلب رو از 1944 از ونزوئلا پیدا کردم که حتی قبل از آلفونسو هم بوده این مطلب به صحبت شده بوده که این کار بکنه و یک حالتی بوده که در مورد قبل از این حکومت بتانکورت که حکومت سنتر لفت بوده به اصطلاح که آقای آلفونسو هم وزیر نفتش میشه بعدن یک دیکتاتوری بوده که اون وقت به این کمپانیا میگه اینترنشنال پترولیوم کارتل اساسا میگه من یه جوری میخوام تاکس بندازم به مالیات بندازم این 50 حالت 50-50 بشه مردم رو گویا میخواد گول بزنه دیکتاتورم بوده طرف اسمش خیلی بود اسم گنده یه نمیتونم فرماش بکنم اینجا حضورتون که عرض بکنم پس این کار میکنید در اون زمان کشفیات زیادی داشت انجام میشده از نفت و اینا در اون اواخر در حضورتون که عرض بشه در ونزوئلا و میگن کمپانی به اصطلاح رپرزنتیتیو نفت در اون زمان مال کارتر میگه بهش که خب خیلی